نشست علمی روزانه آیت الله العظماسه صادق حسین شیرازی روز شنبه دهم ده جمادی اول سال 1445 برگزار شد در این نشست همچون جلسات پیشین ایشان به های حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند آیت الله شیرازی در این نشست با اشاره به روایتی که از امام رضا علیه السلام در رابطه با وجوب نشر معارف اهل بیت علیهم السلام نقل شده که خدای رحمت کند بنده ای را که امر معارف ما را احیا کند و زمانی که عبا از چگونگی این مهم میپرسد چنین میشنود علوم ما را فرا گیرد و به مردم بیاموزد که اگر مردم زیبایی های کلام ما را می دانستند از ما پیروی می فرمودند امام رضا علیه السلام در رابطه با اهمیت و لزوم این مسئله و وجوب نشر معارف اهل بیت علیه السلام تاکید فرمودند و در اینجا از لفظ ناس یعنی مردم استفاده شده یعنی مهم این است که محاسن کلام و گفتار نیکوی رسول خدا و اسرت طاهره به همه مردم دنیا برسد معظم الله در ادامه تاکید فرمودند اگر این واقع یاد به مردم برسد و آنچه که رسول خدا و اهل بیت علیهم بیان فرمودند به مردم دنیا برسد مردم دنیا از آن آگاه شوند قطعا پذیرای اسلام خواهند شد ایشان با اشاره به این روایت که به زودی برای مردم زمانی می آید که از قرآن جز رسم آن و از اسلام جز اسم آن باقی نمی ماند فرمودند در این روایت تاکید شده که در آخر زمان اسلام واقعی پیدا نمی شود و این اسلامی هم که امروز برخی از غیر مسلمانان از آن نفرت پیدا کردند اسلام واقعی نیست لذا موجب تنفر آنان شده است همانند داروی غیر واقعی که به فرد مریضی داده می شود و موجب معالج، معالجه او نمی شود ایشان در ادامه تاکید فرمودند این اسلامی که غربی ها و برخی از مردم دنیا از آن نفرت پیدا کردند اسلام واقعی نیست بلکه فقط نام آن اسلام است لذا اگر اسلام واقعی به مردم دنیا برسد و اگر مردم دین را بشناسند و تاریخ اهل بیت علیهم سلام به آنان برسد از دین اسلام و مسیر اهل بیت علیهم السلام پیروی می‌کنند با هم فرمایشات آیت الله لزما شیرازی را ببینیم و بشنویم یجب یجب ان یوصل انا مکرر ذکرت ان هذا واجب کفایی حیث من في الكفايه مو موجود يكون على كل من يتمكن ال يكون واجبا على الجميع يعني واجب على بالكتاب بالقران رسول الله قال فليبلغ هذا اللام لام الامر امر من رسول الله فليبلغ الشاهد الغائب يعني فليبلغ الذي يعلم الذي يجهل ولا يعلم لازم به ذکر است که سلسله نشست های علمی آیت الله العظما صادق حسین شیرازی به صورت روزانه در بیت معظم الله در شهر مقدس قوم خیابان چهار مردان کوچه شش رست ساعت یازده به وقت محلی برگزار می شود و شما می توانید به صورت مستقیم از شبکه امام حسین علیه السلام ماهواره یاهصد فرکانس یک و بیست بیننده نشست علمی باشید